سلام خدمت همه هموطنان و فقرای عزیز. در اینجا میخواستیم خدمت همگیتون عرض کنیم که شما از بابت کارهایی که ما در خارج کشور میتونیم بکنیم خیالتون 100% راحت باشه. کوچکترین خلالی در اراده ما نیست در رابطه با دفاع از حق طلبی شما. در درجه اول برای برطرف شدن حصر حضرت آقای مکذوب علی شاه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و برای آزاد کردن هرچه زودتر خواهران و برادران زندانی درویش ما و همچنین تظلم خواهی کل این مصائبی که توی این مدت برای ما ایجاد شده و ادامه داره. ما یک قدم کوتاه نمیایم. همه ما، تک تک ما تا اونجایی که در توان داریم محکم وایسادیم و از هیچ اقدامی کم نمیذاریم. خیالتون راحت باشه. با درود بیشمار خدمت همه هموطنان عزیزم، تا به امروز ما برنامه های بسیار خوبی داشتیم و تمام سخنرانی ها در مورد جلسات در مورد آزادی زندانیان سیاسی، آزادی درویش و همچنین رفع حصر جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مکذوب علی شاه بود و امیدوارم که هرچه سریعتر همه آزادیشون رو به دست بیاورن. جناب دکتر شما فرمایش دادید. منم 100% تایید میکنم تمام این مطالبی که گفته شد. اعضا انجمن جهانی پاسخ داشت و بشر افتخار دارن که در سنگر دفاع از ارزش‌های انسانی و شهروندی بشر لحظه آخر که هستن ایستادگی بکنن و مهمترین دغدغه همه ما رفع حصر از حضرت آقای تابنده مکذوب علی شاه قانونگذار حقوقدان و قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی منابادی و آزادی زندانیان درویش و عزیزان دوست. در نشست‌های خصوصی در پارلمان اروپا شرکت داریم. در مورد رادیکالیزاسیون و سیستم‌های ایدئولوژیکی که خودش رو در پوش دینی پنهان می‌کنه برای اینکه توده‌های مردم رو در کشور خودش و در جوامع گوناگون ایدئولوژیزه بکنه و به این ترتیب یک نوع اکسپانسیونیزم ایدئولوژیک رو از طریق رادیکالیزاسیون گسترش بده و چنگ اندازی کنه بر حقوق اساسی شهروندی مردمی که در کشور خودش و در کشورها و قلمروهای دیگه زندگی میکنن و دموکراسی و آزادی های مدنی رو زیر پا بزنه. گزارش کامل این جلسات خصوصی رو در پارلمان اروپا به اطلاع شما خواهم رسوند. با تشکر.